سلام، خوش اومدین به 96مین شماره از سرخابی ترانسفر. امروز جمعه 7 بهمن ماه با هم آخرین اخبار نقل و انتقالات 24 ساعت گذشته فوتبال ایران و داغ‌ترین خبرهای این بازار رو مرور می‌کنیم. فسخ قرارداد رضایی با تراکتور، انتقال غیر منتظره کاوه به استقلال، ریکاردو ساپینتو در تلاش برای جذب یک مهاجم یا یک هافبک تهاجمی خارجی است و اسمهایی رو هم به باشگاه ارائه کرد. با این وجود در صورتی که استقلال نتونه در این پست بازیکنان مد نظر سرمربی تیم رو جذب کنه، به احتمال زیاد به سراغ کاوه رضایی خواهد رفت. استقلال در ابتدای فصل هم قصد داشت رضایی را آبی پوش کنه، اما به دلیل نداشتن جای خالی کاوه راهی باشگاه تراکتور شد. گزینه خارجی ساپینتو جایگزین یزدانی. ریکاردو ساپینتو به دنبال هافبک رونده و پاسور شبیه آلوز ستاره تراکتور و تاکنون لیست چند بازیکن خارجی رو تحویل باشگاه داده. بر اساس ادعای خبر ورزشی، با توجه به اصرار ساپینتو، بازیکن جدید آبی‌ها به احتمال فراوان ایرانی نخواهد. استقلال در حال حاضر 3 خارجی در ترکیب داره که یکی از اونها سهمیه آسیایی است و بر اساس قانون یک بازیکن خارجی از اروپا یا دیگر قاره ها جز آسیا میتونه به ترکیب آبی پوشان پایتخت اضافه بشه. نعمتی در پرسپولیس ماندنی شد. با وجود اعلام خبر توافق سیامک نعمتی با باشگاه گلگهر، در آخرین لحظات از ساعت نقل و انتقالات همه چیز تغییر کرد تا نعمتی به حضورش در باشگاه پرسپولیس ادامه بده. این در حالی است که یحیی گل محمدی نام این بازیکن را در کنار حامد پاکدل در لیست فروش تیم قرار داده بود. فولاد همچنان به دنبال مهاجم خارجی. با وجود پایان نقل و انتقالات، باشگاه فولاد همچنان در جستجوی مهاجم خارجی است. باشگاه فولاد امیدوار بود موسی کولیبالی را هم از لیست خارج کنه تا به جای اون یک مهاجم خارجی به خدمت بگیره. اما تا آخرین لحظات نقل و انتقالات زمستانی، تلاش‌ها برای خروج نام موسی کولیبالی از لیست بی‌نتیجه بود. مدافع استرالیایی نارنجی پوش شد. ران تانگ یک، مدافع 26 ساله استرالیایی، امروز با مس کرمان به توافق دست یافت و قراردادش رو به امضا رسوند تا به عنوان جدیدترین خارجی لیگ برتر ایران معرفی بشه. این بازیکن سابقه بازی برای تیم ملی کشورش رو هم داره.